دیوونه ای مگه؟ طوری شده؟ تو حال خودت باش. من اصلا حوصله‌اشو ندارم، اصلا نمیتونم تحمل کنم. تو برای چی بهش اشاره کردی؟ خندیدی؟ خب خندم گرفته بود. خب دارم فرام میکنم دیگه، بایستم بگیرتم. ای خدا، گرفتن چشم و نایی شده. همه پولا که زیر صندلی منی، همه این پولا این زیر صندلی منی. پولا بده بیرون، بده به پنجره بیرون. انقدر ترسو نباشی نحمقای عبله. چی کار کنی؟ عربی برقصیم برام؟ الان عربی هم برقصیم. شما زنین، دخترین، دانشجوین، استادین، خانه‌دارین، شاغلین، چی هستی شما به سر وقت؟ اصلا منصفانه نیست. من ضربان قلبم بالای صده. ما اگه اینجا سکته بکنیم یه بری بیفتیم فلک بشیم خوشحال میشین شما؟ بنداز بیرون آدمسا. نترسین شما، هیچی تو نمیشه. حجاباتون هم درست کنیم، موهاتو جمع کن. تو هم همینطور. حالا شد این شکل آدمسا. ممنون اشرف مخلوق. اشرف مخلوقات توهینم میکنه؟ پاش بیفته کتکم میزنه. بعیدم نیست روز خودم شلاقتون میزنم. دست شما درد نکنه. سباشو بریم، را بیافتیم، یالا زودتر. من نفهمیدم تو چرا به این خندیدی؟ ها؟ با تو هم چه کاری بود کردی؟ توضیح بده، توضیح بده بریم. باید توضیح بده. یعنی چی؟ تو فقط تکردی رئیس بادی؟ تو دیگه شلوغش نکن. شلوغش نکن کدومه؟ یه باری این دکتر بازی ها نمیرم به تو بگم. وقت نیست که دفعه تو بهت بگم. آیا این تولکی پس من اینجا 100,000 دلار رو میبرم دیگه. 100,000,000 تومن. 100,000 دلار میشه 80 تا. قرار اون 100,000,000 بیشتر باشه. مشکلی برات پیش نیاد؟ قرارمون این بود. آره دیگه حسن آقا جون، 1,000,000,000 اول که گرفتیم که گذاشتیم تو گاو صندوق سر جاشه، 1,000,000,000 دوم گفتیم نفری 100,000,000 بردیم که به کارمون برسیم. تو مؤسسه سراغ پرونده شما رو از من میگرفتن. خب
نمیخوای بیشتر توضیح بدی؟ همینجوری سر پا؟ اختیار داری؟ خواهش میکنم. بچه هم از ما پذیرایی میکنم. کمی تنقلات، غذا، نوشابه، ماست خیار. یکی کلیه گاف صندوقه؟ پولا رو بزنی تو گاف صندوق. پس ما سر خودمون رو برمیداریم دیگه؟ برداریم، بذاریم، هر کاری دلتون میخواد بکنیم. مرسی حسن آقا جون. حسن آقا جون، منم یه موزیک خوب میذارم. قد و بالای تو رنه ها رو بنازم. فقط خارجی گوش بده. سلام. چی کار داری میکنی با خودت؟ چی رو داری خراب میکنی؟ من مهم نیستم. تا حالا میگفتم آبرو، حالا اینم نمیگم. خودت از چند وقت پیش تا حالا وضعت بهتره؟ فکرت راحت تره؟ خیالت راحت تره؟ سبکتری؟ نمیدونم. چرا بستی باز؟ چه خبره؟ سلام. چیه؟ چی میخواد؟ همه مردم این موقع بیرن سر کار، تو اومدی خونه؟ بی کار، بی آب، ول کرد. من نگفتم یک کلید واسه من درست کن، کلیدم گم کردم. حبشی بود، غلام ننت حبشی بود. گفتم که خودم پولشو میدم. بس پول حرف نزن، پولشه میدم. نمیخواد ولخرجی کنی زیور ملوک. حالا میگی من چیکار کنم؟ خستم، سردمه، خوابم میاد. با بیا این درو وا کن. هر گورستونی که بودی کفه مرگت هم میذاشتی همونجا. اصلا واسه چی اومدی؟ مگه کسی منتظرته؟ آخه اینو چیکار کنم؟ چمچاره مرگ کن. چیو چیکار کنی؟ سنگینه. چی سنگینه؟ قر شدی باز؟ علکی نمیگم قرآن. ناکن. نها کن. اینا را کجا وردی؟ جون مرگ شده. از همون قبرستونی که الان میخوام برگردم توش. بایستا زیبه، بایستا دختر خر نشو. بایستا زیبه، چیه؟ اتفاقا منم همچین سروار نیستم امو جان، بریخت روزم نگاه نکن. عوضش یه قوچ اوریال واسط زدم، سر بریدم، پوست کندم، گذاشتم رو آتیش، مامان
گون پیامم اینجاست. چاکر عمو جان خوش آمدی. سر نمیزنی به ما عمو جان؟ عزیز عمو چه خبر؟ هیچی دیگه میادش امشب. بعد عمو جان یه آهو رو بخیالشیم. از همه میترسی؟ نه بابا این رویا دوباره اومده از آهو تعریف کرده. همینم باز حساس شده دیگه. اگه بفهمه امشب من میدونستم میاد اینجا و بهش نگفتم پوستم رو کرده. بس بگو حتما بیاد عمو جان. تو من میدونم شما آقای زیر دستتو داری. نه اینطوری ها نیست. چکر دو میلیارد تا اینجا منهای بیانه دختر چیه؟ راجبی چی حرف میگه؟ مامای خان. مامای خان که؟ بابا اموی مامان من شوهر مرمی زیبه راجبه آهو حرف نشد. عاشقش بودی؟ بودم. پس چرا دو درس کردی؟ بایه خسته شده بود. عجیب عشق بوده بابا. این همه بازی کنشی میده. نه بیچاره افتاده بود تو تله. آفرین آفرین. میدونیم یه موقعیم عاشقی ولی حالت به خود نمیدی. اما من جرای اینو داشتم که هر آن چیکار کنم. ولی خب دیگه کشش رو نداشتم. میخواستی بزنی به چاک دیدی $100,000 اونجا پشت در افتاده گفتی اینا رو ببرم بارمون سپوره رو سبکتر کنم. بابا اولا تو بوره نکا زده به چاک آبو همه یا زندان و طلاق یا فرار با $100,000 کدوم بهتره؟ زندان. برو برو آدم چیستن میفهمم. احوال دل سوخته دل سوخته داند. باریکالله نوانه جمعت کرد. فریاد دل خاموش بود. آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه درش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه. حالا پشو کاری بکن به رقص و خوشحالی بکن مانند ما شو بشین و پاشو تو که کب که بیدن خواهی سر شکار شما به ایده واسه همون جان بیاری اکبری اون سر شکار بعدو ببینی اکبری بودو بفرمایید همون جان بفرمایید. مامان چیه این؟ شکل و یاز خوش شدیر خودت چون گوزنه باره کلا بیتا به افتخار بیتا خانون ای تا تفنگا کجاست؟ تفنگا حرف دلتو به کی میزنی؟ به من یا بیتا؟ فرق میکنه هر دو. وقتی حرفتو به دو نفر زدی به همه گفتی؟ نه تو دوست بیتایی نما. من باید چیکار کنم مامو جان؟ زیبر آهو تو رو هم بهتر دیده نشد. زیبر آهو؟
تو خبر داشتی میخوادی بس من فیلم نجا باز قاطی کردی؟ من هم چه قراری نمیشتیم همون جا میخواست همه تیمو ببینم همین باز چی به من نگفتی؟ ببین اصلا حوصله چرت و پرت ندارم برم ببینم نگاه کن بله بله حالا این من به تو بگم صدای تیر اومد تو بکنم من که گفتم نه به به اینجا بود مهمونی شاهانه همین جوجه ها سادم ها رو میگیرن اعدام میکنن سر به نیستشون میکنن حالا هم یک کار کن من اینجا سکته کنم بیفتم ها به 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 سلام چقدر شما ها خوشگل شدیم امشب رویه جون اینجا کجاست؟ مگه نگفتی مهمونیه؟ خب آره بچه هم دارن یکم تمرین میکنن چی تمرین میکنن؟ تیر خیلی سرم چرا همه توفنگ دستشون میشه منم تمرین کنم؟ بله بفرمی باستو دیوونه شدی؟ باستو زد به سره بریم همو جان دوستای من زیبر و آقا همو جان اسپشال برای شما متشکرم خیلی دلم خواهد شما منم همینجا خیلی خواهد شما خواهد خانم تکیتا جمع خواهد نگاه کن دستاشو نداره متشکرم نرم جوه لقیه زیبر ملو کنیم خدا این که سنی نداره آره بابا تو مایه های خودمونه پس میخواستی حال انسانی بدی فامیلم بهش برگرده بی تو جون زیور زیور زنامی مامانم بوده اینه تو فامیل فقط با من یکی خوب بوده چرا اسلحه میده دست آقو دیوانش کرده این آیا آهو رو برسدی تو قفص شیر بابا جم اولا به عبر بنگار اینجا نشسته شما خودتو ناراحت نکن دو من $100,000 بهش برگردوندم سوما دست آخر با صد تای دیگه میرم اففشو میزنم یه عزیزم با دست پر اومدم میبخشی ها برم حالا شما بفرمایید تو در بده زیبرم رو کنیم خدا میخوای برم همین رو سرمیز با هاشون سلام علیک کنم تنها یه آقای حرفم تو چرا همه جا هستی؟ شما شب میری خونه به بچه ها میگی چی کاری؟ مسئول تنظیم وصیت نامه قلابی و انگوش نگاری مرده شما با من مشکلی دارین؟ نمیشه گفت آره نمیشه گفت نه چی میشه گفت؟ به نظر من پرونده شما باید بیشتر کارشناسی بشه حالا که قراره قسط آخر پرداخت کنی؟ خیلی دیره قبول دارم من فکر میکنم شما دارین مؤسسه خودتون زیر سوال میبرین به هیچ وجه چراش هم نمیدونم من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم دم و دستگاهی که از یه قرارداد 3 میلیاردی دو تا قصه اولشو پرداخت کرده حالا سر قصه سوم تصمیم گرفته کارشناسی کنه به نظر شما به چه درد میخوره؟ تا حالاش که به ضرر شما نبوده ببین عزیز من تو دبی منتظر قصه آخرن تا خرید ما رو بار بزنن و بفرستن من از رئیس پیگیر پرونده شما بودم ولی تا حالا موفق نشدم پس ایشون در قید حیاتن بله به نظر میرسه خیلی هم به حیات علاقمندن پس من میتونم ایشون رو ملاقات کنم مطمئنم برای شما مشکلی نداره حالا شما چرا انقدر ناراحتی؟ حالا چه عرض کنم؟ چی میگه این کارمند وظیفه شناسی جناب عالی؟ نمیدونم از کجا آب میخوره روزنامه و وثیقه و این حرفا بعد جوری کلیپ کردن تا
تو اگه جایی اون امضا کنی من میتونم پولو بگیرم. پولو بگیریم رفتیم ها. خانم تشریف بیارین اتاق من، اسناد شرکت آفتابم بیارین با خودتون. من چیکار کنم؟ چه هر کاری باید بکنی کردی؟ حالا بمونم یا برم؟ برو دوربر صندوق تو. این پرونده شرکت آفتاب. بشین با دقت بخون، اسما رو خوب ببین، به امضاهام خوب توجه کن تا بعدا من تو با هم صحبت بکنیم. در ضمن این پرونده از این اتاق بیرون نره. بله، ولی کاش این فرصت زودتر فراهم میشد. تو به مال چی هستی؟ قانون. چی بشه؟ عدالت اجرا بشه. پس بشین مشغول شو. بله. خانم خود داره بفرم. اینم پرداخت کنیم به خانم. پرداخت جایی امروزت هم برده بیا برده. پیش تو امانت، اگه ازم خبری نشد بده به میثم. ماهی دریا مرغ آسمان همه روزی داره، میثم هم روزی داره. توی اون زحمت کشیدی، جون کندی، فداکاری کردی، حتی تو ازدواج. حروم نیافت. خدافظ. هر وقت خواستی برگرد. پیاده شدی؟ میدونی دلم میخواد به چی بگم؟ نه نمیگم، بچه ننه حرف بدیه. تو نمیتونی بفهمی. همون تو که میتونی یه کاری بکنی بیشتر از این بهت سخت نگذره. به این سختی هم نیست. ببین چه هواییه. چون میده واسه گازیدن تو جاده.
فراموش میکنی. خوش ببینیم چه خبری. اینم آخرش. بجامین هر کلا رو بزنید تو اون یکی ساک رو بیفتیم بریم. با من خودش کردم جون درست کردم. سالادم درست کردم. ببین واسه ننم که نه اون دستپخت عروسشو بخوره. واه بجامین پلیس دنبالمونه. پلیس؟ منظورش اینه که زود باشی. لالا غذای همش رو خودت میپختی؟ دستن ها باورت میشه؟ بابا همایون خان بالاخره یکی دوتا پیش خدمتی و دستی چیزی بوده دیگه. بودن؟ چرا بودن؟ من حالا کاری به این چیزه ندارم. همایون خان خدا بیا مرزدش خوبی. ولی تو بعد اون خورش بادمجون رو با خودت میآوردی. دیدی؟ برای چی؟ برای اینکه باید سه روز یه نفس بریم خوشگل خان. سه روز؟ بله، تبریز، جلفا، بازرگان. خوبی بارکی بگو، ترکیه دیگه؟ بله، ترکیه. بچه موزیک آوردی؟ چی میگی تو؟ من اصلا نمیفهمم شما چی میگینا؟ پروندمون تو مؤسسه بابا لو رفته. تا اسمامون بیاد بالا دو سه روز بیشتر وقت نداریم، همین. وای خدا مرگم بده. آقا باید بریم دیگه. آفرین، باریکلا. بزنیم به چاک. دمت گرم. ببینم تو چیزی لازم نداری بزنیم به چاک؟ نگاهشون کن تو رو جده واقعا فکر میکنی سلایی که این بچه بیشتر از 100 میلیون پول تو دست و بالشون باشه بسشونه میخوان چی کار من و تو میدونیم با این پول باید چی کار کنیم البته تو هم که نمیدونی ولی من یادت میدم بابا حواسمون بهشون هست کم آوردن بهشون میرسونی این نوبت منه ترسیدی عزیزم ناترس آخرش قراره چی بشه ماجرا رو عشقه دارم میان تکلیفتو معلوم کن سلام خانم بله لطفا گواهی نامه دستگیرمون میکنن نه بابا مامور راهنماییه برو دیگه تا اونا چرا رفتن نمیدونم لابا ترسیدن برو باید بخنی چرا اینجوری شد؟ نمیدونم خیلی عجیبه میدونی خب ترسیدن دیگه آره حتما آدم اینجور وقتا حساس تر میشه ولی میدونی یارو معلوم بود مأمور راهنمایی ها من میگم اینا دور میزنن بر میگردن اگه روز قیامت راست باشه چی کار مایی بکنی تو؟ تو که راجع به خودت قشنگ میدونی میخوای چی کار کنی ها؟ من خیلی حرف دارم خیلی با خدا میخوای پولا رو همین الان تقسیم کنیم از هم جداشیم یا
تو همه پولا رو بدی به من یا من همه پولا رو بدم به تو. هستم باهات دیگه، نمیشه نباشم. اینجوری اونم راحت تره. تا آخر این بازی باهات هستم. بازم گول خوردی؟ دوست داری از یکی از این پیچه که رد میشیم از کجا سر در بیاریم؟ دنبال چی هستی تو؟ تو آخه اینم راست نمیدونم. تو خیلی دروغ میگی، به خودت هم دروغ میگی. نمیدونم چرا انقدر از خودت خوشت میاد. از عالم آدم طلبکاری. چیکار کردی مگه تو؟ چه گلی به سر این عالم زدی؟ فداکاری کردی؟ فدای سرم میخواستی نکنی. 100% یه طمعی داشتی. خاموشش کرده بودی؟ آره، ولی بعدش روشنش کرد. ندیدم من. یواشکی کرده. منتظر خبری؟ رسید؟ بله، یه خودت ببین. پشت سرت داریم میان؟ پشت سرت داریم میان؟ همیشه فکر میکردم وقتی دارن گوسفند رو سر میبرن چه حالی داره. خیلی دور از لی. نه نه فایده نداره از خودتو بکشتم. خیر سرش بگذاریم. دست و پای بی خودی نزید. روشن کن ماشین رو، روشن کن. این تیکی آخر فراموش کن. به سلام علیکم حاج حسن آقای دوستمیز کلاهبردار. درست میکنم. جریان این زن و بیزینس و این حرفا نیست. همزمان با اینکه اینا پاشون وا شده بود اینجا، چنان رئیسم سر و کلهش پیدا میشه. آخه رئیس یه دفتر خصوصی داشت که بیشتر قرارش اونجا میذاشت. منم هر وقت جویای جریان پرونده میشدم پشت گوش مینداخت. دفعه پیشم رسما منو گول زد. منو نشون تو دفترش به بهانه خوندن پرونده، خودش رفت صندوق جای من امضا کرد. زنم یه میلیارد رو برداشت و رفت.
معمولا کی از حساب رو برداشت میکرد؟ گفتم حسابشون سمزایی بود، هر بار یکیشون میومد. اسم رئیستون چی؟ مشرفی. چه مشرفی؟ حسن مشرفی. میشناسیمش؟ سگا نخورنش. اونا هم روزی دارن یا آقا. سپردمت به چنگال تقدیر. یعنی دروغ میگم دیگه. اختیار داریم بابا استدعا میکنم. یعنی من و رویا با هم بستیم. اگه ممکنه بدون اجازه آقا. مسخره بازی واسه من در نیار. مسخره بازی تو داری در میاری. داشتم با عشق و محبت و لبخند نگاش میکردم که یه دنیا رو سرم چرخید. رویا به تو خیانت کرد. مسخره اون خنده هاته. ببین جیگر، من فکر میکنم بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که دم به تو بذاری رو کوتو گورت اینجا گان کنی. بابا بیتنی هم دوست میخندی ها؟ دوست میخندی چرا با تو میخندی؟ تو باسی چی میخندی بخنم؟ برکن میدیم بابا حالم بعده تو باسی چی میخندی؟ بشین بان برکن همین رو بکیدن حالم بعده تو باسی چی با تو باید گیریه کنی بخنم؟ برکن من اینجا دارم میدن گیریه یا نه؟ تو دارم بخندم به تو همیش وقتی نداره گروتو گل کن. گورم رو گم کنم؟ آهو و زیبه رو که در اصل ما آوردیم کف خیابون پولان پیش شما آمد من گورم رو گم کنم؟ وقت شما چی؟ شما لابد اینجا تشریف دارید نه؟ آره؟ دیمونه شدیم اگه بیتا؟ برو بیرون برگرده علاف خیابونی برو بیرون بلکن بابا بیتا نکن خوب نشونه بگیر که بتونی بزنی چون اگه برگردم تو خیابان دیگه علاف نیستم اون موقع تو میشی هدف من پس بزن تو بعدا نزنم برو بیرون بابا بیتا نزن ایزیم بینیم بابا بلکن نزن جوجه تیغی نکن خرشاشونه چرا دهنی کش میکنی؟ بس گرازه کشم گرفت بابا نزن یعنی میزنی میکنی بس بده من میگه میخندی شما مخصوصا اگه یه تیر بخوره تو مخ منو پخش به در دیوار نخورد که کشیم بینیم بابا بیتا راست میگه رویا پولا رو برده جون من مبارکش باشه راست میگی ها این که دروغ نمیگه شما هم که جز حرف راست چیزی از دو لبه مبارکت بیرون نمیاد کسی مثلا دروغو کیه؟ تو امیر آسمون جز باشم مدازد ای ناغلا عجب حرفی ها خیلی جالبه حرف حساب اصلا جواب نداره اینم که میخنده بیاین بینم بیاین دار از اینجا بندازین بیرون بندازینشون شما که خیلی جنتلی این آقا اینو راهنمایی بفرمایید بیرون امیدوارم این دفعه آخری نباشه که مطمئن باش حتما خدمتتون میرسه حتما خدمتتون میرسه نکمت آدم تو شما من نیاز این دیگه واسه من دربری نکن بیرون رویا رو واسط میندازم جلوی سگای هار دوست داری؟ پای رامی منه که انگلیس بوده با کلیت ها میرفته دیسکو بیشیم میریم بابا با هسته گوته میدن امو جان میکنن آسمون جان خوبه آسمون جانم دیگه تو خیالت راحت ننت سرشو بذار زمین با ماتت و پلیتو تشته هستن ما هنو بعد یکی $200,000 پول لفظم باشه دیگر آهو رو بگو یکی صد میلیون زدن تو رای دست پر یا دست خالی بعد بریم سراغشون آره بابا پول که چرک دسته من از اولم برنامه هم همین بود نبود آره میدونم منم میخواستم این وسط به زیور یه حالی آره تو بید حالا چجوری پیداشون کنی وای الان جفتشونم روانی شونه برایی هستیم ما همین قبول داری چه غلط کنیم این
ما گیره، کاسه گوزا سر ما میشکنه، اونا که دم به تله نمیدن. آی بسته دیگه. چیشی بسته؟ حرف حرف بگیرنمون؟ بگیرم. آمی بگیرم اونجا که چیزی نمیشه. ننه باید میارن بیرون، منم که هیچکسی نمیدن. بخورن بخورن ببینیم چجوری میخوان بخورن. خیلی ساده. چجوری مثلا؟ این دیوونه هست. هر جا بری دنبالت میام. من دنبالت اومدم تو این ماجرا. هر جا بری تعقیبت میکنم. میگم مزخرف نگو. این من بودم که روی سالت خانوادگی تو حساب باز کرده بودم. فکر میکردم پولدار هستین، آدم حسابی هستین. اوه آتیش به جونت بگیره وکیل. وکیل کلو خریه. همون پدست سخته ای که این انگشت میت رو گرفت اونجوری زد روی وصیت‌نامه. چیه لغمه این خوردی که یه همچین عقربی رو بس انداختی؟ آن زیور کجاست؟ بگو اگه خونه است بگو. نیست فرضت عباس اگه زیور اینجا باشه. اگه باشی خونش بای خودت پیری. بابا جون همین نیستش دیگه. این به من دروغ نمیگه. ولی تو به من دروغ میگی. کجایی؟ یادت باشه کجای عرق سوزونی؟ ها؟ قایمش کرده، قایمش کرده، قایمش کردی. خبر داری ازش؟ قراره بزنه. برادر اینو به خاک سیانه شده. سر به داخل اختناز. بگو به من زنگ بزنه. بابا همه نیستش دیگه. داغ ننگی که پس انداخته ای تو چسبونده رو پیشونی من فقط به خون پاک میشه. اگه گیر قانون بیفته که قصر در رفته، همون گیر من بیفته ها زنشو برات میفرستم. بیا بریم. آقا قصه تو به زربانه بود سر ماجرای وصیت نامه گفتم پایی چی بسته؟ وکیله این دفعه هم کار همون دارید. آقا زیبر باید زود قیب بشه. بگو به من زنگ بزن. آقای بهرام و وکیل محترم وای ما بودو بودو چاره ای نداریم. چقدر تو خیابون رو بگردیم؟ بریم خونه ما. میگم که چیزه این ناجوره. این ناجوره ها نترس من با تو هم. خب بریم خونه ما. آدرس همونو دارن بچه. آدرس همونو دارن. بیمار من خسته شدم دیگه. ببین ببین اینا چی اینا چی کدو؟ نه 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 خطر نکش. این چی این چی آقا کدو؟ این موشه سخیه. اون که سوار بنزه؟ آره موشه هم مونو دوبه ایه. اینکه بچه هم؟ نه همین نترس من زمینی نیستم. من مریض کم رو بکنی کاری باید ندارم. برای نجات شما آمدم. بفرمایید.
راحت، دنج، مرتب، منظم. بیا فکرم نکنی گرون تموم شده ها، دیزاینر این کار است. ازی خوب بار میزنه کاردون به حالا دیگه وقت استراحت. زحمت تو کشیدی، میشینی اینجا لنگاتو دراز میکنی، فیلمتو نگاه میکنی، موزیکتو گوش میدی، کارات هم انجام میدی، فرش مرش هم نمیخواد که بشه با کفش راحت اومد تو. پس اون صاحب مرده مؤسسه مالی اعتباری اون وقت که میخواد بچرخونه. تلفن عزیز من، تو فقط باید گزارش بخوای، کار دیگه نباید بکنی. یعنی نه انگشتی، نه امضایی، هیچی دیگه. چرا؟ منتها نه من جا. تو این بازار مکاره عزیز من، هر کس یه سرمایه ای داره، یکی پول داره، یکی اعتبار، یکی جنس، یکی امضا. قدر خودتو بدون، پولش رفته کمش مونده برادر من. تو میتونی یه تاجر موفق بشی، فکر کن، بی خودی نه نگو. آقای مشرفی، حسن آقا، خوابی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ مسئول پیگیری پرونده جناب عالی هستم. 3 میلیارد اختلاس، نه با همکاری باند زنانه. واقعا متاسفم. بهتر سرت بندازی زیر هاش حسن آقا. برادرم دنبال شماها رفت روی می، پدر منو سطح درمانه. هر جرمی یه مجازاتی داره، منم پاش وایستادم. میگم نمیخوام چیزی بشنوم، نه چیزی دارم که بگم. حق داری، با 3 تا دگوری بریزی رو هم، پول بدزدیم، فرار کنی، کتکت بزنن، قالت بذارن، حق داری. احترام خودتو نگه دار. تو احترامی چرا نگه داشتی؟ ببین آقای مشرفی، هر چه در مورد این زن و ماجرا میگه باید بگی، بی کم و کاست واف به واف. بگوشم اسم سردستشون رویاست. رویا چی؟ مهاجر سوابق. ننه بابا زیر آوار جنگ، حتی 11 سالگی هم خونه فک و فامیل و دربدری و گرفتاری و کلانتری و خلاف و زندان و تیمارستان. وقتی سر همه شما کلا گذاشته؟ نیوردی پولا؟ نه. بخوای تکلیفت رو روشن کنی. خب بگو. تو از من خواستی بیتار دور بزنم تا رفاقتم به تو ثابت کنم. من این کارو کردم، حالا منتظرم تو رفاقت تو ثابت کنی. یعنی اگه با تو کنار نیام پولا رو رو نمی کنی؟ من که به هر حال با تو کنار میام، چاره ای ندارم. از اینجا خوشت میاد؟ آره. اینجا میشه به اسم تو، هر وقتم که دلتو زد میکوبیمش و با هم شریکی بوش میسازیم. خستم. میخوای اینجا بمونی؟ بدم نمیاد. داری میری؟ هر وقت زنگ بزنی میام. محصر سر همین کوچه است.
میگم سند آماده کنم. اینجا چی کار میکنی؟ سنم. کیه این؟ یه موقع زن و شوهر بودیم. همونی که پولاتو برد؟ و همون که با اون 100 میلیون جبران کرد. کدوم 100 میلیون؟ تو اتفاقی اینجا نیومد. آهو من به اون طلاق راضی نبودم. از وقتی هم که اومدی این سایه همه جا دنباله دودم تا حالا. هیچ معلومه چی میخوای شما از ما اینجا؟ یعنی چی؟ زیبا بیا بودو بیا دیگه. میگم بگید چرا وایسادی؟ من نفهمم اینجا چه خبره؟ شوهر این یارو رو از طاق میفته تو یه از زیر زمین پیدات میشه؟ من یه قرار نداشتیم با تو چرا یه وایسادی اینجوری میکنی؟ چیه؟ چه نقشه کشتی شما باز خاندان؟ اینا همش بازی های اون بیتا خانومه. تو بیتا رد کجا میشنسی؟ فکر کردی الکی تو آهو با رویا آشنا شدین؟ ای خدا من چه گیری افتادم از دست شما خاندان؟ چی از جوری ما میخوان؟ بعد چرا 100 میلیون کردم تو جیبه؟ چیه امروز همه 100 میلیون میکنن؟ ببینم تو این پسر رفیقی؟ بله. یعنی شما هم آره اینجوری در به در کردین؟ نه دیگه اون کار عموجام. عموجام؟ پوچکندش رو سر میگم. آشنایی تو با زیور و رویا یه نقشه بود. نقشه؟ تو این وسط چی کاره بودی؟ من تو رو آوردم این تو این ماجرا. من تو رو آوردم. حالم از تو با هم میخوره. دیگه بریدم زیور. این پسر عاشقت بدبخت. اینا ما رو کشوندن تو این ماجرا. این 100 میلیون هم از اینا به ما رسیده. دیگه چی میگی تو؟ ما عقرب بزنی این بیتا و رویا رو. اینو از حلقومشون میکشیم بیرون. آره عزیزم، این پسر دوست داره. تو ریلاکس باش. من به خود که بهت نمیگم. اگه اینا اومده باشن سراغ 100 میلیون های ما چی؟ بگو یه قرار، بگو ده شوی به خود بازن دارو نمیده. این آقا پیام، اگه یه آدم با معرفت تو خاندان همایون خان بود این کوپولی بود. چکه ببین آقا خانو، این امیر واقعا عاشق نگاه چکا آخه زنهای در به در و بدبخت تو مای خوبی هم میگه نه؟ من اصولا با شکار میونه ای ندارم. مسعود تقینیا، عمو جان، وکیل توه؟ بله. رابطون و مشرفی تو بودی؟ ارتباط خاصی نبود. عمو جان دنبال یه اعتباری بود، مشرفی هم قبول نکرد. اون وقت پای شرکت آفتاب باشه تو مؤسسه مشرفی؟
رویا، آقون، زیور. اینطور به نظر میاد. رابطه رویا و عمو جان کیه؟ آذر نصیری، معروف به بیتا. ازش چه میدونه؟ فرزند ناخلف یک خانواده مرفه و ریاکار، تبعیدی به انگلیس، بعد از مرگ پدرشم به عشق تفنگایی که براش مونده برگشته. 3-4 ساله. سو سابقه هم داره؟ 1.5 سال زندان در حومه لندن. جرم؟ تیراندازی به بویفرند خیانتکار. رابطه اون عمو جان چیه؟ مثل اینکه فامیل دورم. کیه این عمو جان؟ بهتر از بیتا بالاتر نری. نصیحت تو به درد من نمیخوره. هر تو پلا نگو جواب بده. مشرفی هم به حرف من گوش نداد. عمو جان فقط یه سایه است. دستت به بالاتر از بیتا و رویا نمیرسه. باور کن. دست تو چطور؟ منم. بیتا واقعا دروغ میگه؟ از دروغ هم بیشتر. بیتا دروغ نیست. هر وقت هرچی لازم باشه هست. خیلی ها اینطوری ها. یه هم میشن یکی دیگه. آفری. مثلا کی؟ معلومه دیگه. عزیزم نگاه نکن که چند نفر هستی. ببین تو دلت چند نفر هست. وقتی یکی رو میخوای یعنی یکی هستی. باریکلا اینو خوب گفت. تو هیچی از این یاد نگرفتی؟ تو چه ساده ای؟ چرا بابا یاد گرفتم؟ اه؟ بگو ببینم. به زنا اعتماد نکن. آفرین. حرف مال اینه. تو خیلی راستگویی. تو رو میگه راستگویی؟ نیستم. سر کارم؟ تقریبا. محضر قرار نداری؟ یعنی خنگ خدا واقعا فکر میکنی من الان پا میشم با تو میام برم محضر اینجا رو بکنم به اسم تو؟ پس اینا چیه؟ یعنی چون این پولا دست تو بوده مال توه؟ چقدر رزلی تو؟ همونقدر که تو کودن رو خرفتی. سهمت چیه؟ همین که زندون نمیری جای گوشه خیابون واسه من کار میکنی به جای خونه اینو اون خوابیدم میتونی اینجا زندگی کنی واسه بسه دیگه. در واسهش باز گذاشتی؟ اتفاقا منم برای پشت سیا در باز گذاشتم. تو آینه دیدم بچه ها دنبال اون میکنن. چه به موقع؟ امیلینا؟ نمشن.
واسه اینکه خودمون رو ثابت کنیم همه کار کردیم، سر همه کلا گذاشتیم. واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر جلب باشه. فاطمه رو در پیش ما بمون حالا. این هم یه چشمه دیگه. اما جان پیش ما که اصله نمیخوای. خوشت اومد؟ آره خوشم اومد. باریکلا. تازه یه نمایش مامانم برات داریم. هر وقت بهت گفتیم رزمی کاریم هی به ما خندیدی. یعنی از احده یه مرد برمیان؟ نه. همش بده دیره، همش توهین، همش تحقیر. بعد دیگه همون جان تحقیرم بگیر دیگه. آره داره بیشتر ازتون خوشم میاد. خب نشون بده ببینم چی بلده. همو جوایس همو جان برای تماشا بهتر اینجاست. یکی دیگه هم باید اینجا باشه. پولا رو دارن یه کاری میکنن. میگم سگ نداشته باشن حالا. یواش یواش بیاین. بیا بریم امی. من رفتم. شما ها چه کله که تو کارتونه هان؟ شما ماموریت داشتین. همه ایمان هم بازی شکر کردین. تو پول میخوای اونم پول. برو سهم خودتو بقیه رو بردار. پول؟ پولی که زدی تو خونه این؟ ترسیدی؟ چرا این کار کردی؟ فرار میکنیم پسر. فرار. از مرز رد میشیم. به همین راحتی. آقا چی؟ بودا! 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 بابا جون بریم من میارمش. منو منو دادم بهتون. اون اون سر فرار کرد. اون اون سر فرار کرد. دیوار فرار کرد. کجا برم؟ کجا برم؟ همیشو 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 برو برو ادامه رو میکنم ادامه رو باید چلقه بزنم. باید چلقه بزنم. باید چلقه بزنم. باید چلقه بزنم.
مرکز مهدی. مرکز زحمت بکشید با توجهی که قدر رخ داده از قاضی ویژه قد کسب دستور بشه سریع عوامل تشتبیت سر صحنه قد حاضر شن. با من حرف نزن، نمیخوام صدا تو بشنوم، نمیخوام صدا تو بشنوم. دلم نمیکنه تو بشنوی صداشو. آه توف به گوره پدر هرچی آدم خره گند زدم به زندگی هممون رفت. چجوری جرأت کردن؟ بابا اینا دیوانن، مریضن، سابقه تیمارستان دارن. ما چرا رفتیم سر کار؟ تو که هنوزم ول نمی کنی، داری میری دنبالشون. آهو رو چیکار کنن؟ خواهش میکنم پای اونو دیگه وسط نکش. پای اون وسط هست، سهامدار اون شرکته، یه پای این اختلاسه. وای وای چه بلایی بود من سر این دختر. زیور دایی بمیرم جگرم ازش کباب شد. پیام ما باید این پولا رو برگردونیم. آره رویا و بیتا پولا رو دادن به تو، تو هم واسه خاطر آهو بردی پولا رو پسه. یعنی من الانم دارم دروغ میگم؟ خودت فکر میکنی داری راست میگی؟